درود دوستان، چطورید بچه ها؟ آقا امروز اومدم بهتون یاد بدم که چطوری رپوتیشن وارسون کالاژتون رو بالا بیارید تا بتونید گیروه بسیار بسیار خفن بخرید داخل لول 40، داخل لول 25، داخل لول 50، داخل لول 60. واسه همه این لول ها وقتی که این فکشن رو بالا بیارید میتونید گیروه بی آی اس بخرید. پس به هیچ عنوان نباید این ویدیو رو از دست بدید. خب دوستان، در مورد گیروش من میخوام اول بهتون بیشتر توضیح بدم. باید بچه برید قسمت پی وی پی. از این قسمت راحت وقتی که وارد وارسون کلاج میشید، از قسمت فرندلی که شروع میشه، شما میتونید بفهمید که واسه چه لولایی چه گیرهایی میده. مثلا واسه لول 20 تا 29 همچین تیرینکتی میده که من همین الان پوشیدمش، میدونید؟ یا مثلا داخل هونورش این گیر رو میده، داخل ریورش این گیر رو میده، داخل اگزالتدش این گیر رو میده. که این ریستا بچه ها اصلا بی آی اس هستن داخل لول 40 و بی آی اس هستن داخل لول 50 و همچنین خیلی خیلی گیرای قوی میده واسه وقتی که لول 60 شدیم. پس وقتی که شما این فکشن رو به اگزالتد برسونید یا وقتی که اصلا شما به ریورد برسونید، واسه لیول های بعدیتون گیرهاتون آماده هستش بچه ها. واسه همینی که به نظر من این آموزش خیلی خیلی میتونه واسه شما مهم باشه. یعنی شما اگر با وارسون کلاس ریورد بشید، همینطور که میبینید واسه تمام لیول ها اینجا هستش و شما واسه تمام لیول ها میتونید گیر بخرید واسه خودتون، که خب این خیلی خوبه. پس امروز بچه اومدم بهتون یاد بدم که چطور رپوتیشن وارسون کلاجتون رو به سریع ترین حالت ممکن بالا ببرید تا بتونید وقتی که لول 40 شدید، 50 شدید، 60 شدید همیشه گیرهای آماده ای داشته باشید و همچنان اصلا وقتی که داخل همین لول هم هستید بتونید یه سری گیرهایی بگیرید. حالا من با روگم بیشتر از وارسون کلاج گیر خریدم. حالا این مینجم فقط فرندلی شدم با وارسون کلاج، اما با روگم من با وارسون کلاج هونورد شدم که بتونم نکو فینگرش هم بخرم. بگذاریم دوستان، حالا بریم سر اصل مطلب. بچه اونو کنید شما واسه این کار خیلی میخوام وارد سریع و وارد اصل مطلب بشیم که زیاد حرف اضافی نزنیم. بچه شما باید بیاد داخل آشنول و وقتی که داخل وارد آشنول بشید متوجه میشید که ما یه چیز داریم به نام Battle for the آشنول. این چجوری کار میکنه؟ شما چند تا باس رسپان میشه، باس های آلیانس، باس های هورد. اگر آلیانس ها باس های هورد رو سریعتر بکشن، آلیانس ها برنده میشن. اگر هوردا باسای آلیانس رو سریعتر بکشن، هوردا برنده میشن. اصلا خیلی راحت. حالا یه نکته دیگه که پیش میاد اینجا، من نمیتونم آموزشش رو بدم که شما دقیق باید چیکار کنید داخل اون لاین ها و چطوری باید باسا رو بکشید. خب به خاطر اینکه هر فکشنی واسه خودش یه استایل پلی داره. مثلا هوردا اول میرن یه باسی رو میکشن، بعد میرن یه باسی رو میکشن و دلیل اینکه من هورد پلی نادم نمیتونم بهتون هوردا رو یاد بدم. اما چیزی که میتونم بهتون بگم و کارتون رو به راحتی راه میندازه و چیز خیلی سختی نیستش اینه که وقتی که بچه ها شما وقت اون رید ها میشه، وقت اون بتل میشه، وقتی که وارد ریدشون میشید، حالا اینا رو در ادامه بهتون توضیح میدم، الان دارم سریع ازش میگذرم که اصل حرف منو متوجه بشید. وقتی که بتل فور آشنول شروع میشه، فقط کافیه که وقتی داخل ریدتون هستید ببینید که پلیرهایی که داخل ریدتون هستن کجای مپ جمع شدن، کجای مپ با هم دیگه جفت شدن که بتونن باسا رو بزنن و به همین راحتی شما به کون اونا بچسبید، هر جا اونا میرن شما برید. باساش هم اصلا چیز خاصی نیست. فقط بچه باسا رو یه دونه دمیج داده باشید کافیه، رپوتیشنشون رو میگیرید. حالا من نباید اینطوری بپرم از این موضوع چون شما گیج بشین. خب فقط خواستم بگم که باساشون اینطوری هستش که هیچ مکانیکی نداره و فقط باساشون اتک میدن. فقط سعی کنید که اتک ازشون نخورید و همون دور وایسید. اگر روک هستید، اگر واریور هستید، با تیرکمونتون، با تفنگتون، با گان بزنید کافیه، دیگه نیازی نیست برید اون وسط. بخاطر اینکه لگ میشید مثلا سر یه سری از مکانیکای خیلی خیلی ساده امکان داره بمیرید بچه ها. پس همون دور وایستید، یه دونه اتک هم بهش بدید، یه دونه دمیج کوچولو هم بهش بدید، همون کنار وایستید، شما رپوتیشن رو میگیرید. حالا این بتل فور آشنول چطوری کار میکنه و چطوری شروع میشه و ما باید چطوری گروپ ها رو پیدا کنیم که بتونیم بریم این بتل فور آشنول رو کامپلیت کنیم تا بتونیم بهترین رپوتیشن وارسون کلاج رو از این بتل فور آشنول بگیریم. خب من از این موضوع پریده بودم قبلا که اصلا شما برای دریافت رپوتیشن وارسون کلاج باید بتل فور آشنول بازی کنید و سعی کنید که بتل فور آشنول رو
ببرید. البته برد و باختش در جمع 1700 تا 1400 تا رپوتیشن فرق داره و زیاد فرق زیادی نداره. پس شما به بازین هم بازم 1300 تا 1400 تا رپوتیشن رو میگیرید حداقل. خب داشتم میگفتم بچه ها، میخوام بهتون یاد بدم چطوری وارد رید بشین. نگاه کنید بچه ها، وقتی که وارد مپ آشنول میشید بالای سر یه دونه درصد میبینید و این درصد رو میتونید داخل مینی مپتون ببینید. مثلا شما اگه استوروین باشید، مثلا اگه شما داخل استوروین باشید، کافی مپتون رو باز کنید، برید داخل مپ آشنول، روش کلیک چپ کنید، سمت راست پایین این دوتا درصد میاد و بهتون نشون میده که هورد آلینس دقیقا چند درصد هستن. این درصد رو به چه دردی میخورن بچه؟ وقتی که هوردا 100 درصد بشن و آلیانس ها هم 100 درصد بشن، بتل فور آشنول شروع میشه. اما اگه فقط هوردا 100 درصد بشن، مثلا آلیانس ها 90 درصد باشن و بمونن، شما هنوز که هنوزه باید صبر کنید که آلیانس ها هم 100 درصد بشن و حالا برعکس. پس چی شد بچه ها؟ فرقی نداره، هر دو تا فکشن باید به 100 درصد برسن تا بتل فور آشنول شروع بشه. پس این یه موضوع. وقتی که مثلا آخراش شده، البته بذارید اینم بگم، وقتی که شما با فکشنتون، مثلا من الان لیلبنگی هم آلیانس هستم، مثلا برام هوردو بکشم کمک میکنم با آلیانس ها که درصدشون 100 بشه. اما نظر منو بخواید زیاد مهم نیستش که درصد یه فکشن زودتر 100 بشه، مثلا این فرقی نداره. فقط درصد رو نشون دهنده این هستن که دوتا فکشن با هم دیگه درصدشون 100 بشه، بتل فور آشنول شروع میشه بچه ها. وقتی که آخرا هستش، مثلا 70 درصد به بالا هستن هر دوتا فکشن، معمولا گروپ های آشنول شروع میشه با ساخته شدن و فقط شما کافی که جنرال آشنول رو نگاه کنید و بنویسید این فور کتا، یا یکی دارید میبینید که مثلا زده LFM فور کتا، مثلا یکی زده آقا من وایسپر کنید اینوایت، واسه اینکه اگر میخواید واسه کتا اینوایت بشید. حالا واسه آلیانسا اسم این کتا هستش، خب شما نباید برید داخل هورد بزنید این کتا. من فقط تا جایی که الان شما اگه آلیانس هستید همین رو باید بزنید، باید بنویسید این کتا. اما اگه هورد هستید یکم این وایسید ببینید خودشون چی میگن، مثلا میگن LFM چی همونا رو بگین. این خلاصه که بچه‌ها، خلاصه اصل مطلب رو بهتون بگم، باید جنرال چتتون رو نگاه کنین، بهشون بگین اینوایت. مثلا من به این میگم آقا اینوایت هم بده، اگر فول نشده باشه اینوایت هم میده و اصلا اینطوری نیستش که غیر ازتون به بورس و فلان این چیزا. اگر این اینوایتتون نداد یکی دیگه اینوایتتون میده. من تا الان نشده که هیچ وقت از گروه کتا جا بمونم، از گروه آشنول اسای میکنم. کتا که میگم به خاطر فقط واسه آلیانس، شاید هورده کمی گیج بشن. خب بچه یه مرور که بکنیم میفهمیم که من جایزه های ورسون کلاژ رو بهتون گفتم که کجا باید بیاین ورسون کلاژ رپوتیشن بگیرید. آره باید بیاید آشنول، چون آشنول بیشترین رپوتیشن ورسون کلاژ میده و اگه ببرید بازم بیشتر رپوتیشن میگیرید و وقتی که دوتا فکشن 100 درصد بشن بتل فور آشنول شروع میشه و شما اینطوری باید وارد گروه کتا بشید. حالا بچه نگاه کنید اینجا رو، نگاه کنید به راحتی معلومه که کجاها آدم ها جمع شده. حالا ما خیلی تعدادمون کم، اگه تعدادمون بیشتر باشه وقتی من موسما میارم روشون کلی اسم آدم می نویسه. خب پس شما به راحتی میتونید بفهمید که وقتی وارد گروهتون شدید کجا باید برید با یاراتون جفت بشید و به کونشون بچسبید، هر جونو میرن برید و هر چی اونا میزنن بزنین و تا بتونید گیم رو وین کنید. یه دو سه دست خودتون بزنید کامل متوجه میشید. یه کوست روزانه هم هستش بچه‌ها، وقتی که شما اولین باسی که میکشید رو لوت کنید، بیاید اینجا تحویل بدید یه گلد میگیرید. حالا فکر کنم یا هفته یه بار یا روز یه بار، دقیقاً نمیدونم بچه‌ها راستشو بگم، ولی خب حالا ما روی این حساب میذاریم که روزی یه باره. شما روزی یه بار اون کوئست رو اکسپت میکنید، میای تحویل میدین، یه گلد میگیرید و یک برگه به شما میده که اون برگه هم دارم بچه‌ها، چقدر خوب. اون برگه رو وقتی که شما بگیرید استفاده کنید، دمیجتون 5 درصد بیشتر میشه و هیلی هم که میدید 5 درصد بیشتر هیل میدید. همین دیگه بچه‌ها، فقط بیاین بتل فور آشنول بزنید. حالا یه تیپی هم میخوام بهتون بکنم، من کاری که میکردم این بودش که من کاراکترمو همیشه داخل آشنول میذاشتم، با یه کاراکتر دیگه میرفتم فارم میکردم و با اون کاراکتری که داشتم فارم میکردم همیشه چک میکردم. مثلا میشد 100 درصد و 95 درصد، سری میومدم لوگین میکردم، چون 5 درصد مونده بود که بتل فور آشنول شروع بشه لوگین میکردم، اینوایت هم میکردن و میرفتیم بتل فور آشنول رو میزدیم و رپوتیشنش رو به راحتی بچه فارم میکردم. حالا رپوتیشن ورسن کلاژ آلیانس و سیلور وینگ سنتالیس هستش بچه. دوستان وقتی که رپوتیشنتون بالا رفتش و میخواین از وندور ورسن کلاژتون خرید کنید، کافیه واسه هوردو بیاد به این قسمت از مپ دبرنس، بالای دبرنس و این کمپی که میبینید، بعد بیاید و با این آدم صحبت کنید، یه وندوری واسه شما باز شده که میتونید وسیله رو ازش بخرید.
واسه آلیانسا باید بیاید سمت راست پایین آشنویل و اینجا معمولا آلیانسا یه کوس رپوتیبل دارن یا یه کوسی بالاخره دارن، یه نشونه ای هستش که براتی میتونن بفهمم که باید بیان به این قسمت از مپ و اینجا هم یه وندور واسه آلیانسا باز شده که میتونن براتی با این وندور صحبت کنید و چیزی که میخواین رو بخرین. و خب من حالا به دلیل اینکه حالا احتمالاً لول 40 سیزن اف دیسکاوری دیگه پلی ندم به بعدش، واسه همین اگزالتد نمی کنم. اما اگر شما میخواین پلی بدین، اشتباه بزرگی میکنید اگر الان بیکار هستید این فکشن رو اگزالتد نکنید. بچه ها مرسی که ویدیو رو با من تا آخر همراه بودید، امیدوارم که چیزی رو جا نذاشته باشم. اگر جا گذاشته باشم، چون خیلی مسئله گسترده یه بتل فور آشنویل، یه ویدیو دیگه واسش میگیرم. اما اگر فکر میکنید من چیزی رو جا گذاشتم، داخل کامنت ها از من سوال بپرسید تا بهتون به راحتی جواب بدم. 100% بهتون جواب میدم، همونطوری که میدونید. مرسی که ویدیو رو تا آخر همراه بودید، مرسی که منو حمایت میکنید، دمتون گرم واقعا که سابسکرایبم میکنید و تا ویدیوی بعدی بچه‌ها فعلا خدافظ.